روانشناسی مغز و اعصاب چه سهمی در شناخت ما از خود از درک دیگران و محیط و در کنترل کنش و واکنش ها دارد این رشته گفتگو را سه شنبه صبح ها به وقت ایران از استودیو صدای آمریکا تقدیم تا میکنیم. همراه یک متخصص مغز و اصاب و روانشناسی تجربی در کالج مال... بالتیمور کانتی خانم دکتر آذر اتسامی پور کینگ من همیشه باید موقع معرفی شما یه جایی بیفتم تو دست انداز خنده سلام خوش اومدید سلام شب شما به خیر روز هم و تنها به خیر اشکال نداره بالاخره ما <تصفح> نزدیک هستیم خیلی فاصله نداره یه <تصفح> بار گفتم کانتی یه بار میگم بالتیمور کانتی خب سخت میشه یه بار <applause> همه حال به فال نیک میگی در هر صورت خوشحال هستم که در خدمت شما بینندگان عزیز هستم من از طرف خودم و گروه رادیو تماشا و همینطور البته صدای آمریکا بخش فارسی روز زن رو بهتون تبریک میگم خوشحالیم که چنین زنای موفق تحصیل کرده ای تو جامعه جامعه انسانی اول و بعد هم ایرانی داریم خیلی متشکرم شما لطف دارید من کوچکتر از اون هستم که فرد خیلی حساب مفیدی باشم ولی سعی میکنم به عنوان یه انسان دوست دارم که بتونم کمک بکنم به جامعه و روز زن رو هم به همه هموطنهای عزیز خانمای عزیز منم از جانب خودم تبریک میکنم به شما همینطور مچاکرم. که شما همیشه اینقدر موفق هستید و زحمت اینقدر میکشید برای مردممون تلاش میکنم خانم بر به حال مارچ رو که سازمان ملل متحد نامگذاری کرده به عنوان روز جهانی زن معمولا مدت قبلش بعدش همه جا داره مراسم برگزار میشه انواع با سخنرانی یا کنفرانس ها اینها منظور این که فقط اون روز 8 مارچ نیست امروز هم نهم بود و به حال همچنان قصه ادامه داره حالا ما گفتیم که این رو این مناسبت رو بهانه کنیم یک سوال خیلی بنیادی بپرسیم آیا در علم روانشناسی یا روانشناسی زنان مردانه هم داره یا مثلا فرض بکنیم اگر بخوایم ربطش بدیم به موضوعی که چند هفته است با هم صحبت میکنیم حافظه و هوش و اینها آیا هوش زنان مردانه داریم Um, سوالی که شما دارید میکنید سوال بسیار سختی خیلی هستش سخته. که بخوام خیلی, خیلی, خیلی سخته کلیه. خیلی کلی هستش البته بستگی به دیدگاه های افراد داره من شخصا مم. به نظرم میاد که تفاوتی نباید باشه و نیست اما این واقعا یه حالته یه که باید آدم خیلی خوشبینانه نگاه بکنه چرا میگم خوشبینانه؟ مم. چون که در هر صورت به عنوان یه فردی که مطالعاتی در قسمت مغز و اعصاب و سیستم بدنی انجام دادم تفاوت تفاوت‌های بین ها و آقایون وجود داره تفاوت‌های در مغز ها و در مغز آقایون وجود داره که این تفاوتهای فیزی... فیزیولوژیکی که هستش غیر قابل نفی هستش م. اما چیزی که خیلی به نظر من جالبه که این وسط اضافه بهش بکنیم این هست که ما اکثر این تفاوت تفاوت رو معمولا وقتی میبینیمشون که وقتی افراد بزرگتر شدن در حدود سن بلوغ هستن حالت به سن بزرگتر 20 سال به بالا هستن و این تفاوت ها ایجاد شده حالا یه سری از افراد فکر میکنن و محققان بر این باور هستند که این مسائل فیزیولوژیکی از اول از زمانی که ما به دنیا میایم و از زمانی که هورمون‌ها ها ترشح میشه در دوره حاملگی و هورمون تستاسترون که مال آقایون هستش و هورمون پروژسترون که مال خانوما هست آروم آروم این تفاوت‌ها رو ایجاد کرده مم. و باعث شده که یه تغییرات و تفاوت‌های در مغز ما ها در همین طور بقیه قسمت‌های بدن ما وجود داشته باشه و یک سری هم بر این ارتباطن که درسته که هورمون‌ها و ژنتیک اثر داره مم. اما اجتماع هم میتونه که رو اون ت... تاثیر بگذاره و این تفاوت‌ها رو ایجاد بکنه اگر برگردیم به زمانهای بسیار قدیم صد 150 سال قبل یه سری افرادی بودن که همونجور که در مورد هوش ایرانی ها و کشورهای جهان سوم اون دفعه صحبتش رو کردیم ریچارد لن ام این ام تحقیقات محققانی بودن که اومدن و سعی کردن که ببینن که آیا بین خانمها ها و آقایون تفاوتی از نظر فیزیولوژیکی وجود داره یا نه و با, با این بر این حساس اومدن که بگن خانم ها پایین تر از آقایون هستن و چون که این تئوری رو داشتن تحقیقاتشون هم تقریبا بر همو اساس ایجاد کردن و نتیجه گیری که کردن این هستش که خانم ها مغز کوچکتری نسبت به آقایون دارن از گرمی از از یعنی نظر از نظر وزنشون و وقتی کمتاری. که از نظر وزن مغز کوچکتری داشته باشن یعنی قابلیت هایی که میتونن انجام بدن فعالیت هایی که بکنن متفاوته حالا صحبت از این آیا پیش چیزی پیش تحقیقات بعدی در رفع این یا در مخالفت با این در نقد این آمد مطمئنا تحقیقات بسیار زیادی بعد از اون شده و به این نتیجه رسیدن که مغز انسان سایزش اگه وزنیش رو نگاه بکنی چون حتما بینندگان عزیز عکس مغز رو دیدن ایران که خب مغز میخورن مثل مغز, مغز گردوم. گردوم. مثل درست مثل مغز گردو مونه که دو تا نیم کره هستش که از وسط به هم وصل شده درست مثل و... مغز گردو میمونه حالا روی مغز انسان هم مثل روی مغز گردو یه سری ما میگیم رینکل هستش میتونیم بگیم که بگیم یه سری برجستگی هایی هستش که این برجستگی ها به خاطر این هستش که مغز خیلی بزرگ سلولای مغزی خیلی زیاد هستند و به خاطر اینکه بتونه سطح زیاد رو در اون محوته کوچیک که ما بهش میگیم توی بساب جمجمه یه جم مرسی داشتن دنبال جم کلمه جم. توی جمجمه جم جم جای بگیره برای همین اون پستی و بلندی ها هستش من همیشه وقتی که به دانشجوام میخوام درس بدم میگم نگاه کنید این یه صفحه کاغذیه که من دارم اینجا این صفحه کاغذیش وقت تو دست من جا نمیگیره اما چه زمانی میتونم این صفحه کاغذ رو توی دستم جاش بدم زمانی هست که بیام این صفحه کاغذ رو به بخش هم ایجاد ولی و وقتی که شما صفحه کاغذ رو اینجوری به هم خوب به چسب به حساب خوردش بکنی و بهش یه مقدار به پستی و بلندی هایی که هستش و به قول اینا رینکلز که ایجاد میشه چروک هایی که توش ایجاد میشه در نتیجه باعث میشه که توی فضای کف دست جای بگیره و, مغز مغز هم اون چروکدی هایی که داریم و پستی و بلندی هایی که داریم باعث میشه که فضای خیلی زیاد سلولای مغزی رو بتونه توی جمجمه ما جا بده سطح بزرگی رو, رو. 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 بزرگ رو اینجوری جمع, جمع سطح بزرگ خب. یعنی تعداد زیادی از سلولای اصدش ها. و در این حالت آیا مثلا وزن یا بزرگی مغز یا کوچی بزرگی جمجمه خیلی تفاوت ایجاد میکنه در اینکه آیا من باهوشتر یا کم هوشتر هستم اطلاعات نشون میده که ممکنه باشه ولی نتونستن که تفاوت ها معنی معنیداری رو به دست بیارن به این نتیجه رسیدن که نه مغز خانوم ها کمتر از مغز آقایون نیست کوچکتر از مغز آقایون نیست ولی یک سری تفاوت های وجود داره که بعضی وقتا خانوم ها برتری رو میتونن نشون بدن در بعضی موارد هم هستش که خانوم ها هستش که میتونه برتری رو نشون بده یکی از مواردی که شاید جالب باشه توی مغز در قسمت داخل مرکزی مغز یه قسمتی ما داریم به نام بهش میگن هیپوکمپس هیپوکمپس که فارسیش فکر کنم هم همون بهش میگیم این منطقه هستش که میگن در خانوم ها یه مقدار بزرگتر از آقایون هستش کمپوس کارایی متفاوتی میکنه ولی یکی از اونها توی یادگیری اطلاعات جدیده که بعد کم, کم بعدن که میخوام دفعه دیگه, دیگه آخر این برنامه در مورد درباره حافظه بلند مدت صحبت کنیم میتونیم در در موردش صحبت بکنیم ولی یه چیزی که هستش یه کار دیگه هم که میکنه در رابطه با فکر کردن در مورد توجه به مسائلی که در اطراف وجود داره جزئیات. و جزئیات و خانم ها میگن که یه مقدار در جزئیات بیشتر دقت میکنن مم. تا آقایون یه مسئله دیگه هم که هستش مرکز که بخوایم که صحبت کردن رو بهش بگیم صحبت کردن توی آقایون هستش که اگه اشتباه نکنم مرکز کلامی ببخشید مرکز کلامی که در خانوم ها در دو طرف نیم کره شما به ساب قسمت راست و, چپ؟ راست و چپ ببخشید در دو نیم کره راست و چپ ما در خانوم ها وجود داره و کنترل میشه در حالی که در آقایون فقط در قسمت نیم چپ هستش اجا. و به این خاطر هست که میگن خانوما برای صحبت کردن خیلی بیشتر آم آم میتونن آم آم قابلیت داشته باشن در حال که آقایون ند... کمتر دارن حالا صحبتی که هستش این صحبت کلی نیست چون همه خانوم ها در قسمت کلامی خوب نیستن دیونشون. و همه آقایون بدتر از خانوم ها در قسمت کلامی نیستن اصلا بیان چپ... یه هنر بین آقایون هم هستن کسانی که خیلی بلاغت دارن به اصطلاح و با خانم هم همینطور خانم دکتر اجازه بدین قبل از اینکه دور بشیم حالا مثال بخش کلامی رو آوردیم ولی من تو اون قسمت وزن هم جو ذهنم مونده بود اونجا ببینیم آیا همه مردها وزن مغزشون یکیه؟ یعنی صرف نظر از اینکه زنه یا مرده آیا همه مردها از هر نژادی در هر سنی به خصوص سنهای مختلف مثلا یه پسر بچه یه سه چار پنج ساله با یه آقای میان سال چلو پنج، چلو، چل, سال ساله اینها یکیه یا نژادهای مختلف جغرافیه های مختلف بستگی داره شما چه نگاه بکنه از وزن من... دیگه ترازو من نگاه نکنن. چون ات... ات... تحقیقاتش چون معمولا نمیتونن که و... بیان به حساب خیلی وقتا به صورت علمی این کار رو انجام بدن و وزن مغز رو بگیرن چون که واقعا با جمجمه هستش و خیلی وقتا از این صحبت رو که میکنن به خاطر این هستش که بعد از اینکه کسی فوت میکنه مم. بعد میان وزنش رو البته یه سری چیزهای دیگه هم دارن که میتونن حدسی به نتیجه برسن ولی از وقتی که شما سوال کردید بچه ها وقتی که به دنیا میان 25 درصد مغز یک فرد که بالغ. بالغ رو داره وقتی که به دو سالگی میرسن بچه ها چه دختر چه پسر 75 درصد وزن یک فرد مغز یک فرد بالغ رو دارن و وقتی که ما میرسیم به حدود سن بساب... یعنی از دو سالگی تا برسیم به 18 20 سالگی اون وقت هستش که وزن مغز ما انسان ها به حد کامل خودش میرسه ام. حالا آیا تفاوتی در این هست که ه... یعنی همه افراد یه وزن مغزشون داره مطمئنا نیستش ام. یه سری تفاوت های وجود داره آیا تفاوت ها فقط بین خانم ها هستش و آقایون یا اینکه بین خانم ها و بین آقایون هم تفاوت در مغز هستش مطمئنا تفاوت ایجاد داره هستش <applause> و البته میگم یه سری تحقیقات تو, تو این مسئله هست یک سری های این وسط هست میگم مثلا اینشتن چون مغز خیلی بزرگی داره داشته و دا به خاطر همین هستش که خیلی باهوش بوده ولی هنوز خیلی از دانشمندا بر این مسئله نمیتونن اکتکاب بکنن و بگن فقط چون کسی مغزش بزرگ سرش بزرگه پس باید باهوش باشه صحیح. چون که ما میتونیم یه مغز خی خیلی بزرگ با تعداد زیادی مسئله که خیلی جالبه الان اگه که بشه مم. البته به سط... به حالت که بشه خیلی راحت همه بینندگان عزیز متوجه بشن صحبتش رو بکنم توی مغز ما تعداد سلول های خاص داریم که بهش میگیم نورانز مم. و این نورون نر... ها و سلول های مغزی با هم ارتباط دارن وقتی که ما همینجور رشد میکنیم این ارتباطات سلول های مغزی افسایش پیدا میکنه در عین حال تعداد نورون هم و سلول های مغزی افسایش پیدا میکنه و ما بهش میگیم تا حد حدود دو سال تا چهار سال اونقدر تعدادش زیاد میشه که تعداد ما ب... به انگلیسی میگم بلومین مثل گل که همینجور تعداد میشه. شکوفا میشه و تعداد زیادی ایجاد میشه ام. حالا اگر ما ازش استفاده بکنیم از این سلول های مغزی خب پیشرفت میکنه فعالیت میکنه و ما میتونیم که بتون... ازش استفاده بکنیم و پیشرفتش بده. اگر از این سلولای مغزی استفاده نکنیم آروم آروم سلولای مغزی تحلیل میره و به انگلیسی بهش میگم پرونینگ یا مثل وقتی شما حالت نزدیکای ای الان خودمون داره میشه درخت رو میان یه سری شاخهای اضافی این طرف و اون طرفش ام. بریده هر میشه می هرس میشه و از بین میره تو مغز انسان هم همین اتفاق میفته و سلولای مغزی که استفاده نشده اونها از دست میره ام. حالا ام به نظر خیلی از محققان تفاوتی که بین خانم ها و آقایون ما داریم میبینیم مثلا تحقیقات انجام شده و گفتن که آقایون در قسمتی که در قسمت علوم، تکنولوژی، کامپیوتر، ببخشید مهندسی و ریاضیات که به انگلیسی میگن STEM، است، ساینس، تکنولوژی و انجینیرینگ و ماتماتیک یعنی چند تا رشته برتر از خانوم ها هستند و برای همین هم هستش که آقایون زیادی در قسمت های مهندسی داریم، در قسمت های ریاضی داریم و آ، 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 یه سری از محققا بر این آ، 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 اساس هست هستن که خانوما تو این رشته ها خوب نیستن چون که قابلیت های فیزیکی رو ندارن مغزشون اون جان بساب جوانب رو نداره که بتونه کمک اون بکنه اون توانایی, توانایی, رو, توانایی رو, نداره. رو نداره. و برای برعکسش برای آقایون مثلا در زمینه که محبت بکنن در زمینه که نگهداری از بچه ها بکنن کمک به اونها بکنن احساساتشون رو نشون بدن اونها اون توانایی ها رو کمتر دارن میدونیم که به خصوص خیلی مخالف این نظر هستن اصلا قبول ندارن میگن این جور چیزا همش یادگیریه یا لاقل بخش عمدهیش یادگیری و محیطیه ها البته من خودم فمینیست نیستم چون به نظر ولی الان میگه. چون نیستم چون به نظر من فمینیستا میرن از یه طرف از یه به قول اینو از یه از یه گوشه خیلی یه طرف به طرف دیگه داریم فرار میکنیم اما تحقیقات در این زمینه زیاد شده دو تا دانشمند هستن که یکیشون دیوید نیومن هست در سال 2013 اتفاقا در این زمینه تحقیقات انجام داده و این روانشناسا وقتی که تحقیقات رو انجام دادن به این نتیجه رسیدن که درسته که یه سری تفاوت ها ایجاد شده ولی این تفاوت ها به خاطر این هستش که جامعه به خانوم ها اجازه نداده که اون قسمت های مغزشون که در ارتباط با ریاضیات مهندسی هستش رو فعال, 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 کنن و همینجور که صحبت کرد که سلول ها میتونن رشد کنند یا میتونن پس روی کنند و به خاطر اینکه جامعه به ما به خانم ها اجازه رشد نداده برای همین خب مطمئنا وقتی شما میرسید در سن 20 سالگی 18 سالگی دیگه شما رشد کردید یادتونه اون دفعه در مورد استروتایپ صحبت کردیم خصلت هایی که به یه سری خانوم ها داده میشه خصلت استروتایپ جنسی است یا یه سری خصلت ها به آقایون داده میشه برای همین اونها به این نتیجه رسن و این این دانشمند ها و روانشناس ها تنها فردی نیستن و من یکی از افرادی هستم که فکر می کنم که درسته که تفاوت ها وجود داره و تف... ولی تفاوت ها اونقدر نیست که ما بتونیم بگیم یک جنسیت برتری داره بر جنسیت دیگه و بیشتر این تفاوت ها که ایجاد شده به نظر من و به نظر خیلی از روانشناس ها به خاطر یادگیری م. که بگیم یا به خاطر این هستش که هویت ها به خاطر اینکه من از پدر و مادرم یعنی تقریبا یاد میگیرم از, می از جامعه ای که توش بزرگ میشیم رشد میکنیم و مطمئنا وقتی که شما این یادگیری رو دارید وقتی که بهتون میگن شما دختر هستید آه. و فوتبال نکنید بده براتون نمیدونم کارای تعمیراتی مال کار دخترونه آه. نیستش و برای آقایون او دست به آشپزخونه چیزای آشپزخونه نزن دست به بچه ها نزن این کارو نکن اون کار نکن آه. یعنی که ما داریم آروم آروم خودمون آمزشون. آیا بچه ها رو آماده می کنیم و به همون ترتیب مغز ما هم آماده میشه که بتونه این تغییرات رو انجام بده ولی در کل و اگر نگاه بکنی در بعضی از موارد تفاوت‌هایی تفاوت هایی که هستش تفاوت های مغزی که ما داریم میتونه که به نفع خانم ها باشه و در بعضی از موارد خانم ها در... میتونن یه مقدار برتری داشته باشن همونجور که در مورد قسمت حس کلامی صحبتش شد و یا اینکه توجه به مسائل ریزکاری هایی که بودش یه مسئله دیگه که هستش خانوم ها بیشتر مطالب رو وقتی که نگاه میکنند میبینن مطالب رو توی ذهنشون خیلی تکرارش میکنن و میتونن برگردن ولی آقایون یه اتفاقی براشون بیفته مسئله یه لحظه تجزیه و تحلیلش میکنن نتیجه گیری میکنن و به قول اینا میگن مووان میکنن و میرن جلو و میگذرن میگذرن و میرن مطلب دیگه البته آقایونی هم داریم که میشینن مطالب و مطالب تجزیه و تحلیل میکنن گذشته ها رو میارن جلو ولی تعداد این افراد خیلی کمتر هستش و این ارتباط داره به یک قسمت مغز ما و یه حالت بیولوژیک بیو و بیولوژی که فیزیولوژی مغز ما هستش که این تفاوت ها رو داره ها. یعنی واقعا طبیعت تب... فیزیکی بدن موجب این تفاوت رفتاری میشه در, در, خیلی از خانم ها و آقایون این تفاوت ام. به خاطر یه سری از تفاوت های فیزیولوژیکی هست یعنی است. به هر حال حالا به هر دلیلی که اتفاق افتاده به مرور مثل, مثل مثلا بگیم بازو یا قسمتی از بدن که اگه ورزیده بشه بیشتر ازش استفاده بشه قوی تر میشه اگه فرض کنیم زن ها استفاده نکردن یا کمتر استفاده کردن در نتیجه یه بخش های از ذهنشون کنتر شده یا تنبلتر شده اینها به هر دلیل یا نه از اول هم همینطوری بوده یه تفاوتهایی پس وجود داره حالا این تفاوتها منتها به معنای کم یا زیاد بودن ارزش یا توانایی نیست بس که استفاده بشه ازش درست درست, درست جمجوری... ده ده بله درست هم. هستش و باید بگیم که چرا ما خیلی وقتا به خاطر جامعه ای که مرد سالاری هستش ما معمولا روی نکات منفی بیشتر توجه می کنیم یا... در ارتباط با خانم ها در... تا اینکه در ارتباط با آقایون هستش در حالی که مثلا شما نگاه کنید خانم ها به خاطر ارت... مغزشون که خیلی وقتا از دو تا نیم استفاده استفاده می تونن بکنن بیشتر از آقایون خانوما میتونن چند تا کار رو همزمان با هم انجام بدن من خیلیارو میدونم که وقتی دارن با شما صحبت میکنن گوششون داره به اون طرف اونورا داره گوش میده جای هست جای به تلویزیون با هم هم. در حال که آقایون یه دونه یا دو تا کار رو دیگه ماکسیمم بیشتر نمیتونن آیا ما این که الان شما دارین میذارین استری تایپس نیست نه حالا دارم اینو میگم که حالا من نمیام بگم که آها پس این آقایون پایین تر از ما خانم ها هستن این اشتباهه هستش تفاوت هایی هستش که ما رشدش دادیم و خب حالا یک کمی تغییرات و تفاوت های فیزیولوژیکی هم هستش اگه که تون چند دقیقه نمیدونم چقدر کوتاه اگه باشه که بخوام جمع بکنم تفاوت ها وجود داره آیا خانم ها باهوش تر از آقایونن یا آقایون باهوش تر از خانم ها هستن هیچ کدومشون به نظر من این حرف اشتباه هستش همه رو ما باید نگاه بکنیم خانم ها و یا آقایون ماها باید به بچه هامون، به خود مون یاد بدیم که ما همه انسان هستیم و از انسان بودن صحبت بکنیم تا اینکه جنسیتمون وقتی همچین کاری رو بکنیم آروم آروم یا مغز هم میتونه عادت بکنه و میتونه که اون جوانه به متفاوت رو استفاده کنه الان که توی ایران اجازه میدن خانم ها مهندسی بخونن و شما چقدر دانشگاهی ایران چقدر خانم داره که مهندسی و رشته ریاضی رو میخونه و خیلی هم پیش رفته هستن پس آیا باید بگیم که خانم از نظر مسائل مهندسی و ریاضیات خیلی پایین تر از آقایون هستن یعنی که اگه رشدش بدیم اگه یادگیری ایجاد بشه در اون صورت نمیتونیم بگیم که این تفاوت ها هست و یه نتیجه گیری دیگه که هستش ما یک فاکتوری داریم یک کاراکتریستیکی داریم که بهش میگیم اندروجنس کاراکتریستیک یعنی کاراکتریستیکی هستش که مسائل مثبت خانم ها مثبت خاتون ها و خصلت های مثبت آقایون رو صحبت می کنیم فردی که خودش رو به عنوان یک انسان در نظر بگیره و خصلت های مثبت خانم ها و خصلت های مثبت آقایون رو داشته باشه این فرد رو ما باید بیشتر رشد بدیم و این خصلت رو باید رشد بدیم مثلا چی خانومی که بیرون بتونه کار بکنه که داریم الان خیلی از خانم ها بیرون دارن کار میکنن پول در میارن خانومی خواهند بود که در داخل خونه بچه داری میکنه خانومی هستش که اگه چه میدونم یه پیچ یه جایی شل شد یه دونه پیچکوشتی برمی داره میداره پیچ و سفت میکنه نمیره صدا بکنه آقای بی آقایون بیاد این کار رو انجام بده و در همون حالت هم آقایونی داریم که بتونن نه تنها بیرون کار بکنن بلکه تو خونم به خانوماشون کمک بکنن به بچه هاشون کمک بکنن پوشک عوض بکنن گریه بکنن بخندن و بتونن که خصلت های خوب خانم ها و خصلت های خوب آقایون رو داشته باشن و در کل برای نتیجه گیری ما همه انسان هستیم باید به بچه هامون من همون تفاوت ها من سعی می کنم دو تا پسری که دارم و دختری که دارم کاری که دخترم نمیتونه بکنه پسرام هم نمیتونن بکنن و کاری که پسرام میتونن انجام بدن دخترم هم باید انجام بده اگر این دیدگاه رو داشته باشیم و بدونیم که درسته که دخترم متفاوت نسبت به پسرا ولی هر دو هر دو جنسیتشون انسان هستن اون وقت هستش که میتونیم زندگی بهتر و راحتتری برای همه داشته باشیم آیا شود چنین روزی اشوال. چرا امیدوارم چرا تک <applause> خیلی تک شده خیلی جاها شده ولی خب به هر حال کما بیش حافظم همینه دیگه یعنی همین قواعدی که گفتین در مورد حافظه چون بیشتر روی صحبتون هوش بود ولی در مورد حافظه هم تقریبا همونه ها بله درسته اونم هم تفاوت یه سری تفاوت‌های کوچیک هستش ولی باعث نمیشه که یک نفر حافظش باشه. ها بهتر باشه خانم بهتر از آقایون باشن یا آقایون بهتر از خانم ها همه بهتر از همین و لطفاً فقط یاد بگیرید همه خوب هست بله. <applause> <applause> دکتر <دیگر>. از توضیحاتتون به خصوص <applause> امروز ممنون از محبتتون تا فرصت دیگه و توضیح بیشتر. خیلی متشکرم. شب شما بخیر، هفته خوبی داشته باشید تا تا هفته بعد. بله، امیدوارم. و از شما هم متشکریم از همراهیتون، با ما بمانید با قسمت دوم خبرها. دولت آمریکا یک پاداش 5 میلیون دلاری برای فرد یا افرادی تعیین کرده است که در پیدا کردن رابرت لوینسون شهروند آمریکایی م...